شما یازده روز قبل از خداحافظیش با مردم بود که اینجا در ورزشگاه آزادی به دختران ایران سلام کرد. سلام علیکم. و آنها را هدیه های خداوندی خواند. شما هدیه های الهی هستید. معتقد بود به الگوی سوم زن درباره بانوان. نگاه سومی که میگوید ما نه نگاه مغرب زمین را در مورد زن و دختر قبول داریم که میخواهد از زن و دختر به عنوان ابزار و نگاه ابزاری به زن و دختر داشته باشه و اون نگاهی که میخواد زن رو از جامعه جدا کنه، از نقش آفرینی جدا کنه. ما در دوره ایشون بالاخره بحث انتصاب اولین مدیر نیروگاهی خانوم رو داشتیم یا مدیران زن در مجموعه وزارتخونه ها، حتی در سطح معاونین وزرا. با همین نگاه همایش بین‌المللی بانوان تاثیرگذار را در دولتش کلید زد تا بانوان شاخص ایران را به جهان معرفی کند. میسیز سوده غفوری فرد، سرکار خانم دکتر سوده غفوری فرد، دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، به افتخارشون لطفاً. در همین نگاه جهانی جایگاه زن و خانواده برایش آنقدر مهم بود که شد یکی از محورهای سخنرانیش در سازمان ملل. سنیور سید ابراهیم رئیسی، ما از سازمان ملل انتظار داریم که احترام به جایگاه والا و اصیل خانواده را در صدر دستور کار خود قرار دهد. توجه به مسائل و مشکلات بانوان پرونده باز او در همه سفرهای استانی بود. امید داری که این به جایی برسه؟ آره میرسه، میدونم آقای رئیسی این کار رو انجام میدن. این اردیبهشت آخر اهتمامش شده بود تمام کردن کارهای نیمه تمام. دولت هم تکلیفش رو درست انجام میده. داریم خبرای خوب میشنویم. دولت هم حمایتتون میکنه؟ بله واقعا. کارنامه دولت 13 در حوزه رفع مسائل زنان و حمایت رئیس جمهور از جایگاه بانوان محدود به سفرهای استانی نمیشود. الحمدلله تو دولت 13 به تعاونی ها بها دادن، به خصوص تعاونی سهامیان. و حالا زنان و مردانی که روزی نام او را به عنوان رئیس جمهور منتخبشان نوشتند یا ننوشتند، میدونستم مرد عمله، من بهشون رأی نداده بودم ولی واقعا قابل احترام بودن. در بدرقش آمدند تا بگویند محبوب ترین رئیس جمهور عصر زمان ما در 80 بودن. قصد نیتش خدمت بود و بس. و این بار نامش را در صفحه دلشان ثبت کنند. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.